توقف آزمایش واکسن آسترازنکا روی کودکان. دانشگاه آکسفورد از توقف تزریق واکسن آسترازنکا بر روی کودکان خبر داده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که یک مقام اداره داروی اروپا از ارتباط میان لخته شدن خون و تزریق واکسن آسترازنکا خبر داد. واکسن آسترازنکا محصول مشترک این شرکت داروسازی و محققان دانشگاه آکسفورد است. طبق اعلام دانشگاه آکسفورد، متوقف شدن آزمایش این واکسن روی کودکان به خاطر نگرانی‌های سلامتی نیست، بلکه محققان این دانشگاه در انتظار اعلام نظر اداره نظارت بر دارو و محصولات پزشکی بریتانیا و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این واکسن هستند. تا کنون حدود 18 میلیون نفر از مردم بریتانیا واکسن آسترازنکا را دریافت کردند و از 30 نفری که با تزریق این واکسن دچار لختگی خون شده بودند، 7 نفر جان خود را از دست دادند. بررسی‌های دقیق‌تر از نقش خورشید در غیرفعال‌سازی ویروس کرونا. گروهی از محققان بین‌المللی خواستار تحقیقات بیشتر در خصوص چگونگی غیرفعال شدن ویروس پدیدآورنده بیماری کووید 19 توسط نور خورشید شدند. این دانشمندان نتایج آزمایشات خود درباره تاثیر نور خورشید در از بین بردن ویروس سارس کوو 2 را با نظریه که اخیراً در این باره مطرح شده بود مقایسه کردند و به تفاوت چشمگیری پی بردند. طبق اعلام این محققان، نور خورشید 8 برابر سریعتر از نتایج تحقیقات پیشین ویروس پدیدآورنده بیماری کووید 19 را از بین می‌برد. همچنین علاوه بر آسیب رسانی نور خورشید به آرن‌ای ویروس توسط اشعه UVB، دانشمندان گمان می‌کنند که اشعه UVA که جزء کم انرژی تر نور است در از بین بردن ویروس کرونا نقش دارد. در صورت تایید نقش اشعه UVA در از بین بردن ویروس کرونا، می‌توان از انواع مختلف لامپ‌های LED برای این منظور استفاده کرد و به تقویت سیستم‌های فیلتراسیون هوا پرداخت. تأثیر برخورد سیارک عامل نابودی دایناسورها بر جنگل‌های گرمسیری. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد سیارکی که حدود 66 میلیون سال قبل با زمین برخورد کرد و باعث انقراض دایناسورها شد، عامل تولد جنگل‌های گرمسیری یا خاره‌ای در کره زمین شده است. در این مطالعه که توسط یک مؤسسه تحقیقاتی در پاناما انجام شده، بیش از 50,000 فسیل گرده و بیش از 6,000 فسیل برگ بجا مانده از قبل و بعد از برخورد این سیارک 12 کیلومتری با زمین مورد بررسی قرار گرفت. پس از این برخورد، علاوه بر کاهش تنوع گیاهی تا 45% و انقراض گسترده در میان گیاهان دانه‌دار، چگونگی رشد جنگل‌های حاره‌ای نیز با تغییر همراه بود. در زمان دایناسورها، درختان جنگل‌های حاره‌ای با فاصله از یکدیگر رشد می‌کردند و نور به سطح جنگل می‌رسید. اما پس از برخورد سیارک، جنگل‌ها انبوه شدند و راه ورود نور به سطح جنگل تا میزان زیادی بسته شد. جمع‌آوری DNA حیوانات از هوا برای نخستین بار. دانشمندان بریتانیایی برای نخستین بار توانستند DNA محیطی را از هوا جمع‌آوری کنند. این اصطلاح به DNA‌های اطلاق می‌شود که از محیط‌های مختلف مانند خاک، آب، برف یا هوا جمع‌آوری می‌شوند. دانشمندان با بررسی هوای محل زندگی موش‌های صحرایی برهنه و بررسی آن با موفقیت DNA این حیوان را در هوا شناسایی و جمع‌آوری کردند. در بررسی‌های به عمل آمده در DNA انسانی نیز نمونه هوای جمع‌آوری شده کشف شد. با استفاده از این روش می توان بدون نیاز به نمونه‌گیری از حیوانات به روش‌های سنتی برای بررسی آنها، تنها با استفاده از هوای محل زندگی و جمع‌آوری DNA به بررسی جانداران آن منطقه پرداخت. این روش همچنین می تواند به دانشمندان کمک کند تا به درک بهتری از چگونگی انتقال بیماری‌های واگیردار مانند کووید 19 از طریق هوا دست پیدا کند. کشف چگونگی تنفس یک جاندار باستانی. تریلوبیت ها که رده‌ای منقرض شده از بندپایان هستند، در میان جاندارانی قرار دارند که بیشترین فسیل ها از آنان بر جای مانده است. محققان با بررسی فسیل‌های بسیار سالم تریلوبیت‌ها پی بردند که این جاندار از طریق پاهای خود نفس می‌کشید. استفاده از تصاویر سیتی اسکن برای بررسی دقیق‌تر فسیل‌های تریلوبیت این امکان را به محققان داد تا به تصاویر سه‌بعدی با جزئیاتی که پیش از این از این جاندار دیده نشده بود دست پیدا کنند. محققان با بررسی دقیق ساختار پای تریلوبیت‌ها در این تصاویر پی بردند که قسمت بالایی پا نقش آبشوش را بر عهده داشت. این بند پایان باستانی برای حدود 270 میلیون سال در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کردند و از حیث میزان بقا در کره زمین یکی از موفق‌ترین جانداران محسوب می‌شوند.